بارسنگینی مالیات طالبان بر جامعه هزاره و کسبکاران خاطر مالیات روغن بر هزاره ها در زمان عبدالرحمن خان را زنده کرده است. سلام بر شما وقت و خیر امروز 28 فبروری 2024 میلادی و برابر با نهم سال 1402 هجری شمسی است. طالبان با وضع مالیات سنگین بر کسبکاران جامعه هزاره و دشت برچی سبب ورشکستگی هزاران کسبکار و سرمایه گذار شده است. دکانداران و دستفروشان در دشت برچه می که گاه مالیات و خواسته های مالی طالبان آنقدر زیاد است که با درآمد کلی آنان برابری میکند یکی از دکانداران در ناحیه سزدهم شهر کابل می گوید که قصه وضع مالیات بر روغن توسط عبدالرحمن خان بر هزاره ها را شنیده بود و اکنون که ظالم طالبان را میبیند درد آن زمان مردم هزاره را با تمام وجود احساس میکند او میگوید که هزاران کسب کار دکاندار و دستفروش به دلیل زیاد خواهی طالبان ورشکسته شکسته شدن و کنون بیکار و به و شب روزشان درماندن این کسبه کاران میگویند که این رفتار طالبان سبب شده است که فخر در جامعه هزارم و مشخصا دشت برچی بیشتر گردد اما از کسبه کاران دکانداران و دستفروشان چی پول و تحت چه نام طالبان میگیرند آنچه طالبان از مردم دریافت میکند به دو بخش تقسیم میشود اول درخواست های پولی بدون هیچ قانون که فقط منشأ زورگویی دارد و حتی طالبان منکر آن است هر سرباز و فرمانده طالبان تا بتواند و حتی ماه چند بار از مردم اخاذی میکند مثلا از میوه فروش میوه میگیرد پول نمیدهد به خیاط لباس میبرد میدوزد ولی پول نمیدهد سبزی از کراچه ها میگیرد ولی پول نمیدهد در هتل ها شمارشان نان میخورد ولی پول نمیدهد کرای موترهای شهری را حساب نمیکند تحت نام پول نان کمک به مجاهدین و غیره از مردم همه روزه پول میگیرند اینها هیچ کدامشان منشأ قانونی حتی در حکومت طالبان ندارد اعضای طالبان اما این اخخازی را انجام میدهد با وجودی که فرماندهان طالبان نیز آگاه هستند جلبشان را نمیگیرد دوم درخواست های پولی که دارات طالبان تحت نام های مختلف میگیرد و به گفته طالبان منشأ قانونی دارد که زایلان خدمت شما دوستان گرامی یکی که نام میگیریم مالیات مالیات طالبان در غرب کابل نسبت به زمان جمهوریت سه تا ده برابر افزایش داشته است حال که در مناطق دیگر مشخصا مناطق پشتون نشین یا تغییر نکرده و یا تغییر اندک داشته است پول مالیات را وزارت مالیه طالبان میگیرد گاهی اما برخ دکانداران سال دو بار مالیت داده است برخلاف آنچه طالبان ادعا میکند طالبان میگوید کسانی که شما مالیه را تحویل دادین مأمور ما نبوده و سندشان برای ما قابل اعتبار نیست این مورد در نقاط مختلف هزارستان و خصوص دشت برچی بارها اتفاق افتاده است کتابچه صفایی هر دکاندار و کسب کار باید کتابچه صفایی بگیرد و پول آن نیز به شهرداری تعلق دارد حتی اگر شهردار اطراف دکانش را پاک نکند این پول را از وی میگیرد شماره از کسب در غرب کابل در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که ماهانه 100 تا هزار افغانی به طالبان بابت کتابچه صفایی پرداخت میکند هرچند که آنان میگن قانونا طالبان گفته است باید 100 افغانی پرداخت کنید ولی در اکثر موارد طالبان و به بهانه مختلف قیمتیان آن را افزایش میدهد سوم جواز کار جدا از پول مالیت طالبان جواز فعالیت را نیز پولی کرده است و سالانه بین هزار تا سه هزار افغانی از دکانداران و کسب و کاران پول میگیرد و در ورق نیز رسید میدهد البته در برخ موارد از شمار افراد تا چند برابر نیز پول گرفته شده است مثلا اگر دکاندار 4000 یا پنج هزار بابت جواز کار پرداخت است اما در آن یک تا سه هزار افغانی نوشتن. چهارم تابلو از تابلوهای بزرگ و کوچک در خیابانها و بیرون از مارکت ها در زمان جمهوریت نیز مالیه گرفتند هر متر مربع 200 افغانی طالبان ما نرخ را دو برابر کرده است و هر متر 400 افغانی پول میگیرد شماره دکانداران مدعی که تا 1000 افغانی نیز از آنان فی متر مربع طالبان مالیه گرفته است ولی در کتابچه 400 افغانی نوشتند و مورد آخری نیز استکر روی شیشه طالبان از استکرهای ورقی کوچک پشت در یا پنجره دکان ها نیز و نرخ لوحه های بیرونی مالیه میگیرد یعنی فی متر مربع 400 افغانی نکته اساسی اما که ادعای باشندگان غرب کابل را در بر می زیاد بودن مالیات در مناطق هزارنشین و شیانشین نسبت به دیگر ساحات این شهر است سنچال افغانستان در ده روز گذشته گفتگوی با شمار از دکانداران در کابل داشته است طالبان از تمام دکانداران و کسبکاران و حتی صاحبان خانه و زمین مالیه میگرد. اما نکته ای که اعتراض دکانداران دشت بچی را برانگیخته گرفتن مالیه نه بل شوه و مقدار آن و تبعیض قیل شدن است دکانداران در غرب کابل در گفتگو با سنترال افغانستان میگویند که معیار مالیه باید درآمد باشد اما با گفته آنان طالبان برخورد ای کرده و مالیه را سنگین میگیرد یک دکاندار سابقه میگوید که به علت وضع مالیات سنگین دکانش را در دشت برچی بسته است او میگوید که در برچی سیتی سنتر دکان داشت اکنون اما بدل زیاده طالبان آن را بسته و و بیکار است او میگوید که مالیاتی که طالبان میگرفت تقریبا نصف درآمد هم بود و وقتی کرایه دکان و دیگر درخواست طالبان از جمله کتابچه صفایی و غیره را پرداخت میکردم حتی یک افغانی برای خرید نان برایم نمیمان یک دکاندار دیگر ما میگوید که مالیات در مناطق هزارانشین بیشتر است و دوستان از قوم پشتون میشناسد که دارایشان به اندازه او است اما کمتر از نصف وی مالیه میدهند یک دکاندار دیگر میگوید که وی و دوستانش در دشت برچی بین 10 تا 200 هزار افغانی مالی سالانه برای طالبان پرداخت میکنند در حالی که سرمایهشان بسیار کم ولی بدل دلیل قومی این بار سنگین بر آنان است و اگر اعتراض کند طالبان مقدار مالیه را افزایش میدهند اما در همسایگی دشت برچی در قلعه واحد و کوته سنگی و حتی کمپنی و از فرق میکند دکانداران پشتون میگویند که مالیات چندان فرق نکرده است به همان شبه جمهوریت از آنان مالیه گرفته می شود و گفتی آنان طالبان تنها در امر گرفتن مراعات نمی کند و جدی و حتما پول مالیه را می گیرد. ارزان قیمت در شرق کابل نیز عین چیز است چهل ستون نیز دکانداران افزایش مالیات را اندک می دانند در منطقه کمپنی در غرب کابل که همسایه با دشت برچی هستند نیز کسا با کارون می گن که مالیاتشان یا ثابت مانده و یا در نهایت دو برابر شده است در این ساحات اکثر دکانداران میگن که جواز فعالیت حتمی نیست تأکید شده است ولی هنوز شمار دکانداران بدون جواز کار میکنند و طالبان دکانهایشان را نبستند این در حالی است که دکانداران هزاره و سادات در غرب کابل میگویند که به دلیل تعلل در پرداخت مالیه و یا هم پول جواز دکانهایشان مهرولاک و حتی جریمه شدند در ساحات کمپنی ارزان قیمت و چهل ستون دکانداران میگویند که کتابچه صفای برخی گرفتن و برخی نه اما در دشت برچی هیچ کس به کار بدون کتابچه صفایی نیست و برخی حتی بیشتر از صد افغانی نیز ماهانه پرداخت میکند که قبلا به دان اشاره کردیم اما مالیات لوحه را دکانداران در تمام ساعات کابل تایید کردند آنان میگن که مالیات دوباره بر شده است بر لوحه ها یک دکاندار در ارزان قیمت کابل میگوید که مسئله قومی در گرفتن مالیه نقش ندارد او میگید که خودش پشتون است ولی مثل همه مالیات میدهد و از وی پول گرفته میشود و ما میگوید که اعضای طالبان را میشناسد که نه مالیه میدهند نه کتابچه صفایی و نه جواز فعالیت حتی هایشان نیز ثبت نمیشود او میگوید که طالبان اعضای خودشان و خانواده هایشان را تافته جدا بافته میداند شاید برخی بگویند که مالیه نظر به مکانها فرق میکند اما یافته های سنترال افغانستان نشان میدهد که مالیات در قدم اول بر اقوام غیرپشتون و در قدم دوم مشخصا بر هزارها و شیعیان بیشتر شده است چندین دکاندار شیعه و هزاره در کوته سنگی و مرکز شهر کابل میگد که مالیات آنان چند برابر شده ولی مالی همسایه و پشتون تبارش هر دو در یک منزل و یک مارکت و حتی یک نو جینز می ثابت مانده است یک دکاندار میگوید که من و دکاندار همسایم عین سرمایه را داریم و شاید همسایم داریش اندکی بیشتر از من باشد ولی او سالانه ده هزار افغانی پرداخت می کند من ۳۰۰۰ هزار افغانی دکاندار دیگر میگوید که در گذشته سالانه ده هزار افغانی مالیات میداد اما با آمدن طالبان مالی او به ۵ هزار افغانی افزایش یافته است اما دکاندار همسایش که پشتون تبار بود تنها دو هزار به اش اضافه شده است و اکنون وی دوازده هزار افغانی مالیه میدهد البته جدا از دکانداران صاحبان مارکت ها نیز پول هنگفت تحت نام مالیه و غیره به طالبان میدهند یک مارکت دار در غرب کابل میگوید که در سال گذشته تمام پولی که بابت دکان جمع کرده بود یک میلیون افغانی بود یک بخش در مسائل مختلف از جمله پرداخت بدهی ها به شرکتی که برایش این مارکت را ساخته مصرف شد و آنچه برایش به عنوان فایده مانده نیم میلیون افغانی است طالبان اما بر او برگه نوشته و گفته است که حدود سه و نیم لگ افغانی را باید برایشان تسلیم کند او اگر در آخر حسابی کنیم در یک سال من تنها 150 هزار افغانی کار کردم یعنی هیچ فایده جزی ندارم و گفته او در حالی که میلیون ها افغانی را سرمایه گذاری کرده بود تا این مارکت را بسازد و اگر حساب کند ماه ده تا پانزه هزار افغانی بیشتر برش فایده نمانده است چیزی که حتی نان خشک خانوادهش نمی شود او میگوید این ورق را در دست نزد مقامهای طالبان رفته ولی هیچ کسی به حرفش گوش نمی کند و آنان فقط میگن تو یک میلیون افغانی از دکانداران جمع کرده و اصلا به این فکر نمی کند که آیا مارکت کدام مصرف هم دارد یا نه او میگوید چندین نفر در مارکتش به عنوان کارمند کار میکند که تا کارهای مارکت را به پیش ببرند آنها نیز از من پول میگیرند اضافه ستان طالبان اما دامن دست را نیز گرفته است از یک سو تعداد اعضای طالبان رایگان ترکاری میوه و اشیا از نزد آنان میگیرد و از سوی شهرداری نیز مبلغ 1764 افغانی ماهانه از آنان کرایه طلب میکند دست که با سنترال افغانستان صحبت کردن گویند که جواز فعالیت و مالیه و صفایی نمیدهند اما شماره از اعضای طالبان گاه بدنیان که پولی بدهن از آنان خرید می کنن. طالبان با دستفروشان نیز برخوردهای سلقه ای و قومی کرده است. برخی را در بدل پول و برخی را بدل روابط در جاهای خوبتر غرفه داده است. شماری غرفه ها را اما به دوستان و قاری اعضای خانواده های خود دادن و هیچ کرایه نیز بابتیان گرفتن نمی شود. منابع باب مثال می که در پیش برج برخی کوته سنگی آمر شهری حوزه ششم طالبان چندین غرفه را به خانواده و دوستانش داده بدنیان که از آنان مالیه گرفته شود شماره از دستفروشان همشان در غرب کابل میگید که چندین غرفه دستفروشی بین تانگتل تا پولی خشک دشت برچی به خانواده و دوستان اعضای طالبان داده شده است و آنان نیز هیچ گونه مالیه و کرایه پرداخت نمی کنند شماره از دکانداران میگوید که نزاع فستانی و ظلم طالبان بر هزارها و شیعیان خاطرات مالیات سنگین عبدالرحمن خان بر جامعه هزاره را زنده می کند. عبدالرحمن خان برای آنکه هزارها را فقیر نگه دارد و آنان را اجازه ندهد که سر بلند کند حتی مالی روغن وز کرده بود. بسیاری از خانماده ها بابت حتی بوز، گسفن و هر حیوانشان باید به حکومت آن وقت مالیه پرداخت میکردند. حتی خیلیها دارایی و زمین هایشان را میفروختند تا مالیات وز شده از سوی حکومت نامشرو و خلافکار عبدالرحمن خان را پرداخت کنند. دوستان عزیز و مشخصا دوکانداران و کسبکاران در افغانستان این گزارش بود که ما در گفتگو با شما از هموطنان ما تهیه کردیم شما آیا تجربه این چنونی دارید در مناطق شما چی میگذارد؟ لطفا چشم دیدها و اتفاقای مناطقتان را مستند کرده و به سنترال افغانستان بفرستید